را هستیم با امید رضایی روزنامه نگار از برلن آلمان خیلی خوش آمدید آقای رضایی شما خودتون روزنامه نگار هستید و فعال در اروپا نظر خودتون چی هست ارتباط با این گزارش صدای آقای رضایی رو نداریم سعی کنیم که این مشکل رو برطرف بکنیم آقای رضایی تا دقایق دیگه مجدد با شما صحبت خواهیم کرد خب ظاهرا دارن تلاش میکنن هم من که این ارتباط رو بس بله داریم الان صدای شما رو بفهمید آقای رضایی نکته اول اینه که شورای این گزارش درباره حوزه شورای اروپا و نه اتحادیه اروپا شورای اروپا متشکل از 47 کشور یعنی 20 کشور بیشتر از اتحادیه اروپا خیلی از این کشورها در اروپای شرقی هستند یا ترکیه و آذربایجان و آلبانی و اوکراین کشورهایی که شاخص های دموکراسی و آزادی بیان در اتحادیه اروپا رو ندارند اما مسئله اینه که بنابر این گزارش در سال 2020 اوضاع آزادی بیان در این کشورها به شکل معنیداری بدتر شده در مجموع 201 هشدار نقض آزادی بیان و نقض آزادی مطبوعات صادر شده در 32 کشور در حالی که در سال 2019 همین آمار 142 مورد بوده در 25 کشور برداشت من از این گزارش اینه که محدودیت های مرتبط با همهگیری کووید 19 از یک طرف بهانه ای به دست دولت ها داده همونطور که گفتید که آزادی روزنامه نگارها و رسانه ها و فعالان رسانه ای رو محدود کنند و از اون طرف باز همین همهگیری فرصتی داده به رشد جریان ها و گروه های راست افراطی و مبلغان و معتقدان به نظریه های توطعه که فرصت ابراز وجود پیدا کردن که خب میدونیم این گروه ها اساسا با آزادی بیان آزادی مطبوعات و شخصا با روزنامه و فعالان رسانه مشکل دارند این دو این اینها دلایل اصلی بدتر شدن اوضاع هستند یک نکته کوچیک دیگه اینه که آنچه که در این گزارش ازش به عنوان نقض آزادی بیان یاد شده بسیار متفاوته با آنچه که ما در خاور میانه یا در چین مثلا باش رو برویم اه. مواردی مثل توهین به روزنامه نگاران یا مثلا حمله ای که حالا یه ضرب و شتم خیلی کوچیکی ایجاد شده یا یک توهین هم اینجا به عنوان هشدار نقض آزادی بیان ازش یاد میشه و این خب در،, در, زمینی اروپا در،, در, اروپا اتفاق بزرگیه ولی به هر حال باید بدونیم که ما با بستن روزنامه ها بستن تلویزیون ها کشتن روزنامه نگاران البته جز در موارد کوچکی طرف نیستیم در این گزارش آی رزای فرمودید که این آزادی اطلاع رسانی در کدام کشورهای اروپایی محدود شده و دقیقا به چه شکلی بیشتری موارد مرتبط بوده بدتری مورد دو مورد قتل بوده که یک مورد در روسیه و یک مورد در آلبانی اتفاق افتاده و تا به حال مشخص نشده دلیلش یک اتفاق دیگه که بسیار تکرار شده حمله فیزیکی به روزنامه نگارها بوده که بیشترینش باز هم در روسیه بوده دوم ایتالیا و سوم در بریتانیا بوده حمله هایی به روزنامه نگاران هم داشتیم شامل حمله لفظی توهین تلاش برای آسیب زدن در کشورهای مختلف یونان، ایتالیا، لهستان، روسیه، سربستان، فرانسه، پرتیا و کشورهای دیگه که بیشتر اینها مرتبط به پوشه مرتبط با پوشش تجمعات و اتفاقات مربوط به همگیری کرونا بودند به خصوص تجمع مخالفان محدودیت‌های کرونایی در کشورهای تشکر می‌کنم امید رضایی روزنامه‌نگار از برلان آلمان همراه ما